درود به شما همراهای خوب کانال جنایگرام. زنم میخواست ازم طلاق بگیره، منم کشتمش. این اولین اعتراف متهم پرونده جنایی امشبه بعد از دستگیریش. با ما همراه باشین تا با همین پرونده رو بررسی کنیم. اوایل بهمن سال 1401 زن جوانی به اداره آگاهی شهر تهران رفت و خبر گم شدن ناگهانی خواهرش رو به مامورای پلیس اعلام کرد. این زن میگفت خواهرم المیرا دیروز زمانی که من خونه مادرم اینا بودم اومد اونجا. چند ساعتی اونجا کنار هم بودیم و با هم کلی حرف زدیم. المیرا از مشکلاتش با شوهرش رامین میگفت و ما هم همش قصه میخوردیم که چرا زندگیشون اینجوری به هم ریخت و داره از هم میپاشه. طرفای غروب بود که المیرا ازم خدافظی کرد و گفت با یه مشاور قرار داره که بره مطبش. قرار بود فردای اون روزم برای رسیدگی به درخواست طلاقش با همسرش بره دادگاه. ولی اونجوری که ما پیگیری کردیم نه دادگاه رفته بود نه خبری ازش هست. گوشیش هم به طرز مشکوکی خاموشه. من مطمئنم یه اتفاقی برای المیرا افتاده که چند روزه هیچ خبری ازش نیست. چون سابقه نداره بی خبر از ما جایی بره یا گوشیش خاموش کنه. با ثبت اظهارات این زن تمام اطلاعات هویتی المیرا توی سیستم پلیس آگاهی ثبت شد و تحقیقات برای پیدا کردنش شروع شد. چیزی که از همون اول برای افسر پرونده عجیب بود این بود که رامین همسر المیرا اولین کسی بوده که متوجه شده همسرش گم شده، ولی اصلا این موضوع به پلیس گزارش نکرده. چرا که خواهر المیرا میگفت با وجود اینکه المیرا درخواست طلاق داده بود و مهریه‌اشو گذاشته بود اجرا، ولی رامین نذاشته بود خونه رو ترک کنه. به دستور افسر پرونده خیلی زود رامین برای تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی آورده شد. از همون لحظه ورود رامین به اداره آگاهی به اتاق بازجویی برده شد و تحقیقات فنی ازش شروع شد. افسر پرونده که کاملا به رفتارهای رامین مشکوک شده بود، این مرد هدف بازجویی تخصصی قرار داد، چرا که کاملا حرفای ضد و نقیضی میزد. رامین خیلی سعی داشت خودش رو بیگناه نشون بده و مسیر پرونده رو منحرف کنه. ولی بازم فایده ای نداشت و بالاخره مجبور به اعتراف شد و گفت المیرا میخواست ازم طلاق بگیره، واسه همینم هم کشتمش. رامین میگفت من و المیرا تقریبا 5 سال پیش با هم ازدواج کردیم. اون موقع همه چی خیلی خوب بود، ولی یواش یواش من به خاطر آدمایی که توی محیط کاریم بودن درگیر اعتیاد شدم. اوایلش مصرفم زیاد نبود، ولی هرچی گذشت اعتیادم بیشتر شد و بالاخره المیرا متوجه ماجرا شد. خیلی سعی کردم ترک کنم، ولی هیچ فایده ای نداشت و روز به روز بدتر می شد. المیرا که متوجه این موضوع شد دعواهای ما شروع شد. هر روزمون شده بود دعوا و درگیری، تا جایی که المیرا چند روزی هنوز قهر می کرد و می رفت خونه مادرش اینا. چندین بار بهش قول دادم که ترک می کنم و به همین بهانه دوباره برش می گردوندم خونه. ولی این دفعه آخر وقتی المیرا دید دیگه هیچ فایده ای نداره از خونه رفت و درخواست طلاق داد. من وضع مالیم خیلی خوب بود و المیرام که این موضوع میدونست خیلی سری مهریهش رو گذاشت اجرا. اختلافای ما بدتر شد. چندی ما رفتم خونهشون رو صحبت کردم، ولی المیرا از تصمیمش کوتاه نمی اومد. تا اینکه آخرین با که رفتم خونهشون المیرا گفت قبول میکنم که برگردم خونه، ولی درخواست طلاقمو پیگیری میکنم. اگه ترک کردی باهات زندگی میکنم، ولی اگه نکردی طلاقمو ازت میگیرم. المیرا برگشت خونه. چند وقت بود من مصرفمو کم کرده بودم و المیرا متوجه این موضوع شده بود، تا جایی که یه چند روزی بود کلا دیگه مصرف نمی‌کردم. روز حادثه المیرا از خونه رفت بیرون و گفت میرم خونه مادرم اینا و بعدش وقت روانشناس دارم. وقتی رفت من دوباره وسوسه شدم و شروع کردم به مصرف. کارم که تمام شد رفته بودم توی پارکینگ و داشتم ماشین می‌شستم که المیرا با ماشین خودش وارد پارکینگ شد. از ماشین که پیاده شد و اومد سمتم انگار فهمید که من رفتم دوباره سمت مواد. با سمی عصبانی شد و دوباره برگشت سمت ماشین. من فکر کردم داره سوار ماشین میشه که بره. واسه همینم من پشتش رفتم و نشستم روی صندلی عقب ماشین. شروع کردم باهاش صحبت کردن، ولی المیرا اصلا به حرفام توجهی نمیکرد و میگفت آخرین فرصتتم از دست دادی. من همش بهش میگفتم بهت علاقه دارم و حاضر نیستم از دستت بدم، ولی المیرا به حرفای من اصلا دیگه توجهی نمیکرد. دوباره توی همون ماشین بحثمون شد. صحبت رسید به طلاق و من دوباره بهش گفتم حاضر نیستم طلاقت بدم. المیرام گفت فردا فعلا نوبت دادگاه مهریه است. هر وقت اونو ازت گرفتم به طلاقم میرسیم. با این وضع اعتیادی که تو داری خیلی راحت طلاقم هم ازت میگیرم.
با این حرفش دیوونه شدم. اصلا هیچ کنترلی دیگه روی رفتارم نداشتم. چاقویی که توی جیبم بود و درآوردم و چند تا ضربه به کتف و پهلوش زدم. بعد چند ثانیه المیرا بیحال شد و سرش گذاشت روی فرمون. منم قبل اینکه همسایه‌ها بیان توی پارکینگ سری المیرا رو زدم کنار و انداختمش روی صندلی شاگرد و رفتم سمت جاده شهری‌ها. بعد ثبت اعترافای رامین خیلی زود به محلی که جسد المیرا رو رها کرده بود برده شد و جسد المیرا بعد 5 روز کشف شد. بعد کشف جسد این مرد قتل همسرش هم بازسازی کرد و پرونده کامل شد. با شکایت خانواده المیرا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. بالاخره بعد از چند ماه اواسط تیر ماه سال 1402 رامین به دادگاه کیفری شهر تهران منتقل شد و پیش روی قاضی قرار گرفت. با شروع جلسه دادگاه اولیای دم توی جایگاه قرار گرفتن و گفتن رامین با اعتیادش زندگی دخترمون رو سیاه کرده بود. با اینکه زندگیشون نابود شده بود بازم حاضر نبود المیرا رو طلاق بده و بازم داشت زجرش میداد. المیرا حتی قصد گرفتن مهریش هم نداشت و میگفت فقط میخوام جواب اذیتایی که این همه سال کرده رو جبران کنم. با اینکه رامین اعتیاد شدیدی داشت ولی بازم المیرا داشت باهاش زندگی میکرد و سعی میکرد ترکش بده تا زندگیشون دوباره خوب بشه. ولی این آدم با بیرحمی تمام دخترمون رو کشت و ازمون گرفتش. واسه همینم ما حاضر به گذشت نیستیم و خواستمون فقط و فقط قصاصه. بعد اولیای دم نوبت رامین شد و توی جایگاه قرار گرفت و گفت من واقعا نمیخواستم همسرمو بکشم. المیرا خیلی با اعتیاد من ساخت. ولی وقتی دعوامو شد و اون حرفا رو بهم زد توی یه لحظه کنترلمو از دست دادم و دست به این جنایت زدم. الانم از کاری که کردم خیلی پشیمونم و از خانواده مقتول درخواست بخشش دارم. بعد تمام شدن دفاعیات متهم، قضات دادگاه وارد شور شدن و در نهایت رامین رو به قصاص محکوم کردن. با اعتراض رامین و وکیلش به این حکم، پرونده برای بررسی دقیق‌تر و صدور رأی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شد. قراره به زودی دیوان عالی کشور رأی نهایی این پرونده را اعلام کنه. در حال حاضرم رامین توی زندان و منتظر اعلام رأی از طرف دیوان عالی کشوره. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیو ما رو لایک کنین. پس تا فردا و بررسی پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.